آمریکا به دنبال فراهم کردن زمینه‌ای برای پایان دادن به جنگ یمن و سوریه و آغاز گفتگوهای سیاسی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش با همتایانش از شورای همکاری خلیج فارس در جده در عربستان سعودی گفتگو کرد. جلب حمایت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تعیین سرنوشت هر دو جنگ یمن و سوریه نقشی اساسی دارد. گیتا آریان گزارش می‌دهد. محل دیدار جان کری و عادل جبیر وزیر خارجه عربستان در فرودگاه ملک عبدالعزیز جده بود. گفته می شود وزیر خارجه آمریکا پیشنهادهایی برای پایان دادن به جنگ یمن و شروع مذاکرات صلح دارد. قرار است آقای کری مقامات سعودی را در جریان گفتگوهای واشنگتن مسکو درباره همکاری نظامی در خصوص سوریه هم بگذارد. وزیر خارجه آمریکا فردا جمعه با همتای روس خود در ژنو در مورد این همکاری گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. حمایت کشورهای عرب خلیج فارس از هر طرح و تصمیمی به خاطر نفوذ عربستان بر برخی گروه‌های اپوزیسیون سوریه ضروری است. آقای کری در بدو ورود به جده پنجشنبه شب با محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان به گفتگو نشست که فردی قدرتمند در پادشاهی آل سعود شناخته می شود. گفتگوی 3 ساعته این دو تا ساعتی پس از نیمه شب به طول انجامید. تلفات بالای غیر نظامیان ناشی از حملات هوایی ائتلاف اعراب خلیج فارس به رهبری عربستان علیه حوثی‌های یمن یکی از موضوع‌های در دستور کار وزیر خارجه آمریکا است. در جنگ 16 ماهه یمن قریب به 6500 نفر کشته شدند که نیمی از آنها غیر نظامیان بودند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند از آنجایی که آمریکا در این جنگ به عربستان کمک می‌کند، طبق قانون جنگ در مورد تلفات غیر نظامی آمریکا هم می‌تواند مسئول شناخته شود. وزارت دفاع آمریکا وکلای حقوقی به عربستان اعزام کرده تا پیش از انجام عملیات اطمینان حاصل کنند حملات در چارچوب قوانین جنگی است. گیتا آریان، صدای آمریکا.